خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری کولومبیا و رودریگو لندونو فرمانده گروه مسلح انقلابی کولومبیا موسوم به فارک بر سر رسیدگی قضایی به جرایم اعضای این گروه و همچنین جرایم صورت گرفته توسط نیروهای دولتی توافق کردند. رئیس جمهوری کولومبیا در این باره گفت ظرف 6 ماه ما توافقی را به امضا خواهیم رساند که برای همیشه به طولانی ترین جنگ نه تنها در کولومبیا که در آمریکا پایان می‌دهد. رهبران فارک تا کنون از پذیرش مجازات زندان برای اعضای این گروه که به جنایت علیه بشریت، آدمربایی و قتل متهم شده‌اند، خودداری می‌کردند. رودریگو لندونو ملقب به تیموشنکو فرمانده فارک نیز گفت: خوشحالم که اعلام کنم این توافق ویژه قضایی در قالب صلح برای همه جنگجو یا غیر جنگجو در نظر گرفته شده است. و فقط شامل یک طرف این درگیری نمی شود. همزمان با این توافق دادستان کل کولومبیا نیز از لغو حکم تعقیب بیش از 50 نفر از رهبران فارک خبر داد. چندین دهه جنگ میان فارک و بوگوتا بیش از 200,000 قربانی بر جای گذاشته است.